درود بیننده بخش دوی آخر خط به گونه زنده است تلویزیون نور هستید. امروز رئیس جمهور غنی طی فرمان احمد شاه زمانزی را از میان فهرست 13 نفری کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رئیس دبیرخانه این کمیسیون برگزید. احمد شاه زمانزی پیش از این به عنوان رئیس عواید و گمرکات وزارت مالیه و در بخش های مالی وزارت دفاع افغانستان نیز کار کرده است. انتخاب زمانزی به حیث رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری امام محمد وری ماچ رئیس پیشینین دبیرخانه از سوی رئیس جمهور در ماه میزان سال گذشته زمان زیادی را گرفت. نهادهای ناظر انتخاباتی تعیین شدن آقای زمانزی به حیث رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را از آنجایی که او تجربه انتخاباتی ندارد قابل نگرانی می‌دانند. این همه در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی آمار ثبت شده رای دهندگان انتخابات را خیالی و جعلی می‌دانند و از تصمیمشان برای تحریم انتخابات پارلمانی پیشرو حرف می‌زنند. احزاب سیاسی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که این پروسه باید لغو شود. پیرامون این موضوع بحث داریم با آقایان سید عبدالمقدم امین استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و داود احساس سناتور پیشین که تا لحظات بعد تشریف میارن. سپاسگزاریم از حضورتون. شکر. این انتخاب زمان زیادی را گرفت. مدت زیادی میشه که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات رئیس نداره. فکر میکنین چرا این همه زمان گیر شد و دیدگاهتان در این مورد چه است؟ با عرض حرمت خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون، خب یکی از عواملی که پروسه های مردمی به تعویق میفته اختلافات در میان سیاسیون هست. تفاوت دیدگاه در آینده افغانستان، در بحث انتخابات، در گزینش تا وزرا و در مجموع در صفبندی هایی که وجود داره ارتباط میگیره با وضعیت ناگوار کشور. بخواهیم نخواهیم برای فعلا بی‌اعتمادی سیاسی به سطح خیلی بالایی وجود داره و این واقعا فضای افغانستان از لحاظ سیاسی کاملا کمرنگ کرده. در پلویی که امنیت به صورت کل در سراسر کشور خانه به خانه مردم را تهدید میکنه و در عین حال فضای سیاسی هم یک فضای کاملا آلوده و یک فضایی که هیچ روزنه ای امیدی برای مردم نمیتونه داشته باشه. اما در بخش دیگر کمیسیون مستقل انتخابات متاثر از کسایی که در ارگ تصمیم میگیرن متاثر از این اینها نمیتونن استقلالیت کاملی خود داشته باشن و گرنه احزاب سیاسی و جریان سیاسی امیر میگن و میگن که احزاب چه کمیسیون انتخاباتی مستقل نیست. یک مشکلی ما کلی که در کشور داریم شما میبینید که احزاب سیاسی وظیفه اولیشون پول ارتباطی میان مردم و دولت است. یک طرف قضیه، دوم بر مبنای ارزش های ملی و منافع ملی اینا حرکت میکنن. سرنوشت مردم افغانستان اینها به دوش دارن به نوعی، یعنی اینا حامی حقوق مردم در سطوح مختلف هستن. برمیگردیم با واقعیت هایی که وجود داره، احزاب سیاسی هم در حدی نیست که بتونه پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان به صورت کل باید بوده باشه. رئیس جمهور هم به صراحت از این خلا میتونه استفاده کنه و اینا را فاقد برنامه و فاقد طرح سیاسی و یا طرح ملی میدونه. یعنی به صورت کل اگر ما ایره یک در چیز کنیم ارزیابی کنیم، میبینیم که هم کمیسیون مشکلات خود در جای خودش داره، هم هر تمام صلاحیت ها را محوری ساخته در ارگ و احزاب سیاسی هم فاقد یک برنامه واقعا کلی در سطح کشور هستند. یعنی آقای امین، آقای زمانزی در حالی به حیث رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تعیین میشه که نهادهای ناظر نگرانی دارن از این انتخاب رئیس جمهور مبنی به اینکه آقای زمانزی تجربه انتخاباتی نداره و ممکن کار کمیسیون انتخابات دچار چالش شه. من فکر کنم که انتخاب آقای زمانزی که تجربه داره یا نداره نباید بسیار سوال برانگیز باشه، چون کشور در حالتی بحرانی قرار داره. به نظر ما اگر به هر صورت به صورت تقلب هم اگر بوده باشه انتخابات صورت بگیره بهتر است. یعنی به صورت کل احزاب سیاسی هم در این مقطع زمانی باید کاری کنن که اصلاحات
یعنی حرف‌هاشون هم جنبه اصلاحی داشته باشه. چگونه اصلاحات؟ احزاب میگن که کلا در روند ثبت نام رای دهندگان تخلف شده، بیش از 50% تخلف شده و مار جعلی است. ماهیت این نظام خودش تخلف است. یعنی شما می‌بینید که چگونه انتظار داشته باشه ببینه. اصلاحات و اگر ما بر مبنای قانون اساسی صحبت بکنیم، قانون اساسی را به عنوان یک مسئله ملی قبول کنیم، باید در 1394 انتخابات دایر میشه. همین فضای آلوده سیاسی باعث شد که 3 سال انتخابات به تعویق افتید و امروز هم ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم. این همه موقف گیری های منفی نمیتونه مشکل حل کنه. اگر انتخابات یک سال دیگه هم به تعویق بندازه، بازم بلا مشکل برمیگرده. آقای ما به نظرم در این مقطع زمانی، اولش که خب بحث افغانستان ارتباط میگیره و کشورهایی که از لحاظ نظامی در افغانستان سرمایه گذاری کردن، ما فکر میکنم که احزاب سیاسی در همین مقطع زمانی، در همین وضعیتی که ما قرار داریم، راههای تفاهم با دولت پیش بگیره بهتره. خب و هم با جامعه جهانی بستردار دارن. این که در روند ثبت نام بیش از 50% 60 تا بیشتر از این کمتر تخلف شده و با این صورت نمیتونه انتخابات سالم برگزار شود، خوب است که این پروسه لغو شود. یعنی لغو از چی در دین نمیتونه دعوا کنه؟ ببینید الکترونیک هم که ببینید، ببین بحثی شما ببینید در انتخابات بزرگ دنیا مثل انتخابات آمریکا و روسیه، زمانی که دشمن میتونه از خلای را ایجاد بکنه و انتخابات به انحراف بکشونه، یک کشوری مانند افغانستان که بایومتریک از کجا میآید؟ خب با این صورت که اینا همه ممکن مثلا در جریان در انتخاب رای دهنده ها تاثیر بگذارن، تقلب به این نوع باشه، اما در افغانستان که رای تقلب میشه، اگر بایومتریک هم شود، اگر بخواین که رای تقلب بشه تقلب میشه. اینو باید بپذیرین که وضعیت کنونی در افغانستان طوری نیست که سیستم به اینجا حاکم باشه. بخوایم نخواهیم به این سیستمی ما تو فکر میکنیم که کسایی که ثبت نام کردن، حتی وکلایی که ثبت نام کردن، شخصیت هایی که ثبت نام کردن، شاید دولت افغانستان با ویژه کمیسیون مستقل انتخابات یک بازنگری کلی در فضای سیاسی و خصوصا از لحاظ حقوقی داشته باشد. کیها باید وارد پارلمان باید بشن؟ بعد میبینیم، باز هم میبینیم که وضعیت طوری است که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات هم در گروی مافیاست و دولت با همه ارز و طولی که داره و نوعی در گروی مافیا. با این تعریف، یعنی با این وضعیتی که ما داریم، انتظار چگونه اصلاحاتی داریم که از اصلاحات حرف میزنیم؟ ما خدمتتون هستیم. اصلاحات فرق میکنه، یکی اصلاحات کلی است، یکی اگر ما بحث تخطی از قوانین در نظر بگیریم، نظام از بنیاد به چالش کشانده میشه. اگر در همین مقطع زمانی بخوایم که بازم انتخابات صورت نگیره، بایومتریک شوه، این میره به یک سال دیگه به تعویق که ما به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برمیگردیم، بازم این مشکلات سیاسی به وجود میاد، مشکلات تکنیکی به وجود میاد. ما به نظر ما اگر منتظری از این باید بوده باشیم که اصلاحات کلی بیایه، ما فکر کنم که نه یک سال بعد این اصلاحات کلی میاد، نه 5 سال بعد میاد، چون فضا یک فضای کاملا استخباراتی است. ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه است که ما نتونیم در 3 سال مطابق قانون اساسی انتخابات برگزار کنیم، برای فعلا کمی کمیسیون به هر وسیله که بوده باشه تا همین جا پیش اومده بین میره تقویت کنیم، انتخابات به هر گونه که بوده باشه باید برگزار شوه و حداقل شورای ملی با پوزیشن جدید وارد سرنوشت مردم شود. اگر ما بگذاریم که یک سال دیگه هم به تعویق بیفته، شما وضعیت پارلمان رو می‌بینین، پارلمان به یک چیزای دیگری تبدیل شده، دیگه اینا به نفع جامعه و به نفع مردم نیست. گفته میشه، ادعا میشه که شده در بسیاری از جاها که یک فرد تا 20 تا بیشتر از این تذکره گرفته بود رو برچسب بده. خب با این صورت نگرانی است که نشه، یعنی چی کار باید کرد؟ ببینین من میدونم انتخابات بعدی داشته باشیم، تجربه انتخابات تذکره را اگر شما ببینید، تا این وقت اگر شما می‌خواستین که یک تذکره بگیرین، یک شناسنامه بگیرین، ولی من یک ورقم بوده باشه، یک هفته، 10 روز، 15 روز شما باید سرگردان بوده باشین و بالاخره ایره وکیلی که زر و بالاخره یک مراحل قانونی داره که 2 هفته را تایم میکنه که شما یک پارچه تذکره باید بگیرین یا یک سندی به دست بیارین. الان در به ارتباط برگزاری انتخابات شما در ظرف چند ماه محدود بالاتر از 6 میلیون تذکره توزیع کردیم. خب تذکره شما در مراجع قانونی اصلا مدار اعتبار نیست، به عنوان یک سند مادر پذیرفته نمیشه. این کلا این سیستم از بنیاد غلط بوده. ما از نظر می است که اگر این را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم، اصلا این سند فاقد اعتبار است. ولی برگردیم به بازم به جریان های سیاسی، یعنی واقعا هم حالا حرف رئیس جمهور در جای خودش
ولی ما به عنوان یک شهروند اگر بخوایم که احزاب سیاسی را مطالعه کنیم، چه برنامه اینا برای برون رفت از این مسئله دارن؟ حالا شما میشه که یک 5 ماه قبل کار انجام میدادن، 10 ماه قبل انجام میدادن. موضوع تغییر نظام، الکترونیک شدن انتخابات افغانستان چیزی است که اموره از سوی چهره‌های مشهور سیاسی و احزاب سیاسی همینطور جریان‌های سیاسی مطرح شده. مطرح شده در سطح یک تحلیلگر مطرح شده، در سطح یک نظریه مطرح شده. به ایمان یک مقاومت ملی تبدیل نشه. شما ببینید در زمانی که تذکیره مدار اعتبار قرار داده شد، تذکیره جدید با این وضعیت کنونی، احزاب سیاسی میتونستن که این گرد همایی میداشتن، بالاخره اینا یک مقاومتی را ایجاد میکردن، یک طرح پیشنهادی معقولی را و جامعه جهانی پیشنهاد میکردن و یک وضعیت مطابق با معیارهایی که در دنیای در کشورهای دیگه از او استفاده شده میتونستن وضعیت تعریف میکردن. ولی بعد بپذیریم که خلایی را که ما در دولت میبینیم و این خلایی را که در کمیسیون مستقل انتخابات میبینیم به مراتب در احزاب سیاسی هم میبینیم. خب با این صورت ضعف در حکومت، ضعف در کمیسیون انتخاباتی و همچنان مشکلات و ضعف در احزاب سیاسی جریان سیاسی، با این صورت انتخابات چگونه برگزار میشه؟ تجربه انتخابات 2014 تکرار نمیشه در افغانستان؟ نه، بعضی شورای ملی و ریاست جمهوری فرق میکنه. یعنی شما مثلا ما با این مقدماتی که چیده شده با نه. کارهایی که شده، خب به هر حال ریاست جمهوری را یک سال بعد چی تقلب شده چی تقلب نشه، شما مثلا از یک ولایت 6 نفر وکیل باید بیاید، چی تقلب بشه یا نشه 6 نفر وکیل باید بیاید. خب حالا کی میآید؟ رأی مردم تعیین کننده نباشه که فلسفه دموکراسی. یعنی ما خدمت عرض کنم که افغانستان در موقعیتی نیست. شما ببینین از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای بیرون هستین، از لحاظ تامین امنیت وابسته به کشورهای بیرون هستین، از لحاظ ترکیبات اجتماعی شما تمام ترکیبات ملی خود وحدت ملی خود از دست دادین، فضای سیاسی کاملا به اعتمادی کلی وجود داره، قانون شکنی ها در سطوح بالا هست. با این وضعیتی را که ما در سطح کشور داریم، چگونه ما میریم به طرف یک میکانیزمی که ما را بتونه به طرف یک انتخابات شفاف ببره؟ چون پیش از یعنی اصلاحاتی وقتش گذشتن. چه اصلاحاتی؟ اصلاحات ما برمیگرده به اصلاحات نسبی است، به این معنی که اصلاحات شما کلی نمیتونین که داشته باشین. اما ادعای تخلف در اصلاحات نسبی چی کار میتونه بشه؟ چی میزان میتونه برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف باشه؟ موقف گیری های خشونت آمیز باید کنار زده شود. احزاب سیاسی و جامعه مدنی که در رکن اساسی از نمی وضعیت کنونی در کشور هستند، اینها باید اولا تفاهم داشته باشند. اینها نه اقدامندانه در برابر دولت قرار بگیرند. اینها طرح پیشنهادی خود بر مبنای اینمی سند، بر مبنای اینمی وضعیتی که دارن، اینها طرح پیشنهادی خود برای رئیس جمهور باید بدن. اینها کاری کنن که زبان تفاهم با دولت پیدا کنن و با جامعه جهانی پیدا کنن. خاصه احزاب سیاسی چیزی که در گذشته هم تکرار شده، مثلا الکترونیک سازی روند انتخابات که شامل توزیع شناسنامه ها میشد و موضوع شناسنامه چیزی است که سالها به این سو مطرح میشه که هنوز توزیع نمیشه و با مشکلات مواجه است و تغییر نظام چیزی شما ببینید. اگر بحث الکترونیکی رو بگیریم، شما پاسپورت شما بدون الکترونیکی گرفته نمیتونید. خب. شما در توجه کنید چیزهایی است که احزاب امروز هم خواستن. نه ببینید، خواستا قبلا هم مطرح شده. شما در ساختار ببینید، اگر بحث الکترونیکی باشه، خب ما اصلا پاسپورت الکترونیکی داریم، ولی چرا پاسپورت ها جعل میشه؟ شما تمام افرادی که در قوای مسلح، در مجموع قوای مسلح، چی در پلیس استخبارات و قوای به اصطلاح اردوی ملی، اینا توظیف میشوند، اینا کاملا بایومتریک میشن، یک مراحلی را طی میکنن. اما بعدا میبینیم که دشمن، این مخالفین در اینجا جابجا شده، بالاخره یک فرد ده ها نفر نیروی مسلح خود از بین میبره، بالاخره تو برای صف دشمن میره. یعنی فضا به نظر من نمیتونید شما وارد یک سیستم مدرن جهانی شین. اگر کلی مردم افغانستان بایومتریک باشه، بازم به تقلب رو میاره، چون بایومتریک باز هم یک سیستم رو اداره میکنه. بایومتریک خود به خود قضایا رو دنبال نمیکنه، اینم پشت سرش یک فرمانده هست که مثل رئیس جمهور است یا رئیس اجرایی است یا یک فرد متعلق به اینا است یا کسی دیگه است. همه از اینا هدف ماست که اگر شما بحث تخنیکی بسازین، برای حل برش پیدا نمیکنین. حتی بس اگر حقوقی بسازین هم نمیتونین مشکل قضایی رو حل کنین. شما از لحاظ حقوقی نظام مشکل داره، از لحاظ سیاسی نظام مشکل داره، از لحاظ امنیتی شما با مشکل مواجه هستین، از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای بیرون هستین. احزاب سیاسی زمانی که طرح اصلاحات میاره، یعنی با چه ظرفیتی بس الکترونیکی را میاره، شما میبینید که همین ماشینارهایی که از الکترونیکی است با کدام سرمایه شما خریداری میکنید؟ چی اعتماد بالای این سیستم وجود داره؟ من فکر میکنم اینا جواب نمیدن. اصلاحاتی که من میگم، بیان اینا یک زبان تفاهم ایجاد بکنن.
بگذارن رئیس جمهور هم بالاخره یک انسان است، حالا در هر سطحی که است. خب اما رئیس جمهور متهم میشه به مهندسی انتخابات پارلمانی و به ترتیب انتخابات. بس متهم شدن در سراسر دنیا وجود داره. من فکر کنم که در این مقطع زمانی نیازی نیست که حتی هم رئیس جمهور به پیشنهاد احزاب سیاسی احترام بگذاره، به پیشنهاد جامعه مدنی احترام بگذاره، به نخبه های سیاسی احترام بگذاره و احزاب سیاسی هم برنامه های معقول یعنی با مقتضای زمان باید داشته باشن، نه آن چیزی که خودشان طرح میکنه. یعنی وضعیت دیده و وضعیت کنونی باید طرح خود برای رئیس جمهور بدن و اینها در یک فضای اعتماد در قبال بس انتخابات صحبتی داشته باشن، تصمیمی مشترک بگیرن. اما بسیاری حکومت متهم میکنن و خواستایم که از سوی احزاب شده خواستایی است که در گذشته وجود داشته، حکومت به اهمال کاری و به کارشکنی متهم میکنن که نخواست تغییر در نظام انتخاباتی بیاید، نخواست که اصلاحاتی بیاید که ما بتونیم یک انتخابات نسبتا شفاف داشته باشیم. ببینید تا جایی که ما در جریان هستیم اصلاحاتی به وجود آمد، کمیسیون تغییر کرد، گزینش افراد هم بالاخره یک مرحله مراحلی برش تعیین شد، یک سلسله مراتبی برش تعریف شد، شیوه انتخابات، شیوه تاثیرگذاری و تکنیکش به افکار عمومی شریک ساخته شد. با همه انتقاداتی که ما بالای کمیسیون های شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات داریم، ولی باید بپذیریم که این مراحل ها قانونمند و یا غیر قانونمند این مراحل ها طی شد. هدف این است که احزاب سیاسی و جامعه مدنی اینمی این انسجامی را که امروز دارند، این مقاومتی را که امروز دارند، این وفاقی را که به اصطلاح خودشان امروز دارن، این اگر دیروز می داشتن من فکر می کنم این بهتر بود. حالا شما در آستانه برگزاری انتخابات قرار دارین، چند ماهی محدودی مانده که مردم به پای صندوق های رای برن. آقای امین، ادعای تقلب بالاست، حکومت متهم میشه، رئیس جمهور متهم میشه که میتونه مستقل انتخابات هم که مستقل خوانده نمیشن و گفته میشه که حکومت نفوذ داره و اعمال نفوذ میکنه. پیش بینی تون چی است؟ انتخابات 28 میزان چگونه برگزار خواهد شد؟ ما اولا بحث تقلب به هر پیمانه که به هر توانی هم که ما داشته باشیم، هر نوع ظرفیتی هم که ما داشته باشیم، این تقلب یک امر حتمی است. این حالا چه میزان بالا چه گراف پایین، بحران خلق میکنه؟ بحران نه، ما بله، ما رای بحران باید بگیریم. ببینید بحث مدیریت در بحران یک اصل است که همه این شخصیت هایی که امروز در صحنه حضور دارن میتونن که اینا مدیریت در بحران اینا مدیریت کنن. این بحران خیلی فراگیر و خطرناک باشه و بتونه حکومت نه شما ببینید اگر دولت ما مقصر بدونیم، دولت کاملا مقصر است، ولی دولت حداقل وظیفه خود تا جای انجام میده. اگر بگیم که نه، احزاب سیاسی مقصر نیست، اینم اشتباه میکنیم. اگر بخوایم که جامعه مدنی واقعا وظیفه خود انجام داده، شاید اینجا هم اشتباه داشته باشیم. وضعیت طوری است که فضا چون فضای استخباراتی است، دولت به نوعی تخطی میکنه از قانون و احزاب سیاسی هم به نوعی دیگری تخطی داره و جامعه مدنی هم به شیوه دیگر. از لحاظ وابستگی اگر این را مطرح کنیم، قسمی که کمیسیون وابسته نیست، وابسته است، ما هم کمیسیون استقلالیتش این اعتماد به استقلالیتش نداریم، ولی اعتماد به استقلالیت احزاب سیاسی هم نداریم. احزاب سیاسی هم تا امروز هم یک طرح معقولی که حداقل چه در بخاطر بیکاری مردم، چه بخاطر بهبود زندگی مردم، چه بخاطر توسعه اقتصادی، چه بخاطر تامین امنیت، چیزی را ما از احزاب سیاسی را ما در صحنه نداریم. این را باید به صورت کل باید بپذیریم. حکومت افغانستان متهم میشه که برنامه داره برای پیروزی رئیس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و می ترتیب در انتخابات 28 میزان 28 میزان انتخابات پارلمانی که یک تعداد زیاد از نماینده های مربوط به یک تبار وارد پارلمان بکنه و به ترتیب بتونه اثبات بکنه روایتی که خب معمولا تبلیغ میشه که یک قوم یک تبار یک اکثریت مطلق داره. خب در این نقطه یک اجازه بدین من یک اشاره کنم. بله، رئیس جمهور مرد هوشیاری است، یک طرف. دوم، رئیس جمهور حرفاش خیلی واضح میزنه به خاطر اینکه چیزی را نمیتونه از دست بده. اگر از ریاست جمهوری هم بیرون شوه، امکانات مالی بسیار بالایی داره، روابط بین المللی زیادی بالایی داره، جبهه و حزب و این چیزا هم نداره، قوم هم نداره که اینها را از دست بده. بالاخره به گراوندی داره. نه، حمایت قومی به اساسی روندهای سیاسی داره. از لحاظ واقعیت اجتماعی قومی نداره.
ولی برگردیم به احزاب سیاسی. خب این رئیس جمهور، احزاب سیاسی اگر واقعا اینها توجه کنید، این نقطه مقابل شبایت بپذیریم، اگر رئیس، اگر احزاب سیاسی واقعا اینها ساختار در افغانستان، ساختار بعدی را تعریف کنند، جایگاه فرد فردی نخبه های سیاسی را بر مبنای او ساختار سیاسی تعریف کنند، بر مبنای ارزش های ملی اینها وحدت کلی داشته باشند، من متیقین هستم که رئیس جمهور نه برنده میشه و حتی آقای امین و حتی نه در انتخابات شرکت میکنه. اگر پراگندگی احزاب به همین شیوه بوده باشه، بخوای نخواهی رئیس جمهور دوباره رئیس جمهور است، چی از راه تقلب است، چی از راه واقعیت. اگر توافق سیاسی عمل میشد و نظام انتخاباتی آن گونه‌ای که در توافق سیاسی آمده بود تغییر می‌یافت، احزاب سیاسی در انتخابات نقش می‌داشت، می‌تونست کاندید معرفی بکنه، در این صورت ما یک وضعیت دیگری را شاهد نمی‌بودیم؟ نه، بهتر از حالا می‌بود؟ نه، ببینین، اولا بس از اینجا شروع میشه که افغانستان نه رئیس جمهورش دکتر اشرف غنی است، نه رهبران احزاب سیاسی شخصیت هایی است که امروز مطرح است. امروز بخواهی نخواهی فضای عمومی در تحت مدیریت جامعه جهانی است، یا اگر خلاصش بکنیم تحت اداره ایالات متحده آمریکا است. فضای صلح و جنگ شما ارتباطی برای تصمیم گیری شخصیت های بزرگ ملی ندارند. یعنی ما احزاب سیاسی یک مشکلات دیگر دارند که هر کدامی از این به یک کشوری، با یک جایی، با یک رنگی، به نوعی وابسته است. ولی من هدفم از بازم یک جنبندی خدمتتون عرض کنم که اگر احزاب سیاسی صادقانه گام بردارن، اینها میوریت یک فرد قبول داشته باشن، جایگاه خودشان در فردای سیاسی مشخص کنن، از همین حالت من متیقن هستم که فردای سیاسی بعدی متعلق به همین است. ادعای تقلب چنان بالاست که امید مردم افغانستان نسبت به انتخابات پیشرو از بین میبره. شما ببینید چرا این قسم بوده باشه؟ وقتی شما 50 یا 60 حزب سیاسی متحد میشین، هر حزب سیاسی که 500 هزار نفر داشته باشه، جامعه خزمیناست. کی اینجا تقلب؟ اینجا اگر بس ما حقوقی بسازیم، بس اجتماعی بسازیم، راهی تقلبی باقی نمیمونه. یعنی بازم من خدمتتون عرض میکنم که هر صفحه افغانستان که ورق بزنیم به مشکل بر بخریم. امیدوارم که تلاش شود باید تفاهم ملی با وجود بیاید، زبانی مشترک با وجود بیاید، یا اینکه ما تصامیم مشترک در رابطه با قضایای انتخابات و فردای سیاسی یا حوزه سیاسی عموما باید دخالت مستقیم همه گروه ها همه اطراف باید داشته باشه. سپاسگزارم از حضورتان آقای سید عبدالمقدم امین، استاد دانشگاه. شکر. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدارتان.